سلامی چوبوی خوش آشنایی، سلام بر شما فراگیران عزیز. لطفی هستم، مدرس زبان، مدرس دوره‌های آیلتس، توفل و مکالمه، و در خدمت شما هستم با تدریس کتاب بسیار محبوب English Vocabulary in Use، انتشارات کمبریج. ما درس 17 هستیم. اگه شما احتمالاً از طریق آپارات یا یوتیوب به این ویدیو دسترسی پیدا کردید، میتونید برگردید و درس‌های قبل رو هم با ما همراه باشید. اگرچه این کتاب کتاب مستقلیه و تمام دروس رو ما میتونیم جداگانه اصلا به صورت تاپیک تاپیک و موضوع موضوع دنبال کنیم. خب ولی به هر حال بسیاری از نویسندگان کتاب و خود انتشارات معتقده که اگر از درس اول شروع کنیم چه بسا مفیدتر باشه. خب میریم سراغ درس 17 که اتفاقا این درس بسیار پرکاربرده در خصوص your phone، تلفن شما. ما تو این درس با قسمت‌های مختلف تلفن و تلفن همراه به ویژه موبایل و کار کردن با اون و قسمت‌های مختلفش و اصطلاحاتی در خصوص گوشی و تلفن زدن آشنا خواهیم شد. خب your phone، تلفن شما، your phone، phone، part of a phone، قسمت‌های یک تلفن یا بخش‌های یک تلفن، parts of a phone. باز هم مثل روال درس‌های قبل از شما فراگیر محترم میخوام که حتماً بعد از من اینا رو تکرار کنید، چرا که تکرار کردن باعث میشه که توپق‌های ما از بین بره، باعث میشه که تلفظ‌هامون روون‌تر بشه و در هنگامی که داریم اینا رو توی مکالمه‌مون به کار می‌بریم روون‌تر اینا رو تلفظ کنیم. parts of a phone، پس با من تکرار کنید، parts of a phone. camera، camera، camera که میشه دوربین، camera. screen، screen، screen یعنی صفحه نمایش. ما به تمام صفحه نمایش میگیم screen. خب اینم باز دیدم که توی تلفظ خیلی از فراگیرها میگن اسکرین، مثلا اسکرین شات بگیرم. این اسکرین نیست، بلکه قبل از هیچ حرف صداداری ما نمیشنویم. screen، screen. apps، اپ هم که میدونید مخفف کلمه اپلیکیشن هستش، اس گرفته به خاطر اینکه این میشه اپلیکیشن ها یا برنامه ها. اپس، اپس. یک نکته هم راجع به تلفظ بگم که میدونید که اگر چنانچه حرف اس جمع به پی اضافه بشه دیگه اونو زد تلفظ نمی کنیم، نمیگیم اپس بلکه میگیم اپس، اپس. power button، power button، دکمه، به قول خودمون میگیم دکمه روشن و خاموش. فارسی میگن power، ولی خب منظور همون power button هستش. خب phone case، phone case، phone case. charger، charger. حالا فارسی میگیم charger ولی خب تلفظ انگلیسیش هست charger، charger. بریم سلید بعدی. battery، battery. حالا اگر امریکن میخواییم تلفظ کنیم battery، battery. کلمه بعدی sim card. خب چون معنی کاملا واضحه دیگه من اشاره نمی کنم. sim card که بازم توی تلفظ باید دقت کنیم که معمولا فارسی میگیم sim card، میگیم sim cardش رو عوض کردم، اما تلفظش هست sim card، دی تلفظ میشه سیم کارد. خب قسمت بی، using a smartphone. ما از یک smartphone یا یک گوشی هوشمند، smartphone یا گوشی هوشمند، using چجوری استفاده میکنیم. رامش takes a lot of selfies and post them online. سلفی، سلفی رو که خب دیگه همه بلدیم توی فضای مجازی، حالا گفتن که خیشتن انداز یا اسامی دیگه هم ترجمه کردن، خب البته رایج بین مردم که میگن سلفی، ما هم همون رو اونی که مردم صحبت میکنن و هر آن چه که در جامعه استفاده میشه ما هم همون رو به کار میبریم، سلفی. رامش takes a lot of selfies. خب با درسی قبل داشتیم take a photo، مثلا عکس گرفتن، حالا take a selfie، سلفی گرفتن. take a lot of selfie یعنی عکس سلفی زیادی میگیره رامش، رامش takes a lot of selfies، رامش سلفی های زیادی میگیره. and
post them online. و اونا رو آنلاین پست میکنه. آنلاین که حالا باز ترجمه کردن برخط پستم پست کردن. خب من یک نکته باز شاید جاش اینجا باشه که بگم، یک مبحث زبان شناسی و اونم اینه که به هر حال ما چیکار کنیم، آیا حتما بگردیم یک واژه فارسی براش پیدا کنیم یا نه. دو تا دیدگاه وجود داره. اصحاب فرهنگستان میگن که بهتره ما تا جایی که میتونیم بگردیم و معادل فارسی براشون پیدا کنیم، مثلا نگیم سلفی، بگیم خیشتن انداز. از طرفی زبانشناس ها میگن که نه، ما نباید اینقدر به مردم تحمیل کنیم که چی بگیم و چی نگیم. آن چه که مردم صحبت میکنن اون زبانه و زبان اون چیزیست که مردم صحبت میکنن. خب این چون لازم دیدم این توضیح رو بدم، چون ما تو درس‌های مختلف کلمات مشابهی رو خواهیم دید. من خودم چون یک رویکرد زبانشناختی دارم، ترجیح میدم که آن چه که مردم صحبت میکنن رو بگیم، نه اینکه مثلا بگردم مثلا ببینیم که آنلاین مثلا بگیم برخط. حالا شما هر چی که دوست داشتی ترجمه کنید، هدف ما ترجمه نیست، هدف ما درک مطلبه. رامش takes a lot of selfies، رامش سلفی خیلی میندازه، and post them online، اونا رو آنلاین پست میکنه. لیزا didn't answer her phone. Lisa didn't answer her phone. Lisa پاسخ نداد. Didn't گذشته است. Didn't answer her phone. تلفنش رو جواب نداد. So I left a voicemail. بنابراین من یک پیغام صوتی براش گذاشتم. Voicemail میشه پیغام صوتی. Voicemail. Left داشتیم درس قبل، گذشته leave هست. I left a voicemail. من یک پیغام صوتی براش گذاشتم. جمله بعد. Can you text me the address of the restaurant? Can you text me? میتونی برام تکستش کنی یا بنویسیش برام؟ چی رو؟ The address of the restaurant. آدرس اون رستوران رو. نمی جمله خیلی پرکار برده. میتونی آدرس رستوران رو، میتونی آدرس خونتون رو، میتونی آدرس مدرسه رو، میتونی آدرس آفیس رو. Can you text me the address of blah blah blah. آیا میتونی چون آدرس فلانجا رو برای من ارسال کنید؟ Can you text me the address of the restaurant. حتما برای من تکرار کنید. I haven't been there before. این جمله هم حال کامله، باز درسای بعد بهش میرسیم. من قبلن، before قبلن، من اونجا نبودم قبلن. Can you text me the address of the restaurant. میشه آدرس رستوران رو برای من تکستش کنی، بفرستیش؟ I haven't been there before. قبلا اونجا نبودم. I've just got a message from Andy. من الان یک پیغامی رو، message from Andy، از Andy دریافت کردم. اینم باز حال کامله. I've just got a message from Andy. He wants to know. او میخواد که بدونه. If we are going to the party. خب اینجا هم if جمله شرطی نیست که بخوایم بگیم که اگر میاد، بلکه اینجا یعنی که آیا، ترجمه میشه که آیا. اون میخواست بدونه که آیا ما میریم برای پارتی مهمونی. He wants to know. اون میخواد بدونه. If we are going to the party. که آیا ما میریم برای پارتی. سلاید بعد. You can download an app with a dictionary to help you when you write in English. اگرچه یک نکته کتابه، ولی کمبریج عمدن این جمله رو آورده و منم اینو به شما حتما پیشنهاد میکنم. ببینید، you can download an app. شما یک اپی رو حتما دانلود کنید. اگه شما توی آپارات یوتیوب با ما آشنا شدید، من یک پستی گذاشتم اونجا در خصوص اینکه کدوم فرهنگ لغت برای موبایل بهتر. حتما اون پست رو ببینید، احتمالا خیلی به شما کمک میکنه که دیکشنری مناسبی رو انتخاب کنید برای استفاده زمانی که میخواید ترجمه کنید معنی بعضی از کلمات رو. You can download an app. شما میتونید دانلود کنید یک اپ رو. اپ ما داشتیم بالا، مخفف اپلیکیشن بود. یک برنامه رو میتونید، یک برنامه رو دانلود کنید with a dictionary، با یک فرهنگ لغت، to help you، که به شما کمک کنه when you write in English، زمانی که میخواید انگلیسی بنویسید. خب درست داره میگه، دیکشنری داشتن توی گوشیتون باعث میشه که هم اسپلش، یعنی هم هجی کردنش رو درست بنویسید،
و همین که خیلی از اپلیکیشن ها مثل اپلیکیشن تحلیلگران، مثل اپلیکیشن لانگمن و مثل اپلیکیشن خود آکسفورد و خیلی اپلیکیشن های دیگه یک جمله رو هم به ما میدن. یکی از بهترین راه های زبان آموزی اینه که ما جملات استاندارد رو از فرهنگ لغت های درست دراریم و خیلی از مدرسین پیشنهاد میکنن که ما درست نیست که از خودمون جمله در بیاریم، بهتره که جمله های استاندارد رو از کتاب های معتبر در بیاریم. الان ما هم داریم کتاب معتبر English Vocabulary in Use رو کار میکنیم، جملات این کتاب فوق العاده پرکاربرد هستن. حالا ما میتونیم به جای مثلا Andy اسم دوستمون رو بگیم. I've just got a message from my friend, from my daddy, from my wife, from my friend, from احمد. ما میتونیم فقط جایگزینی کنیم، پترن رو داشته باشیم از کتاب و بعد بیایم کلمات رو جایگزینی کنیم. بریم جمله بعدی. While she was on holiday، وقتی که ایشون تو هالیدی بود، تو تعطیلات بود، هالیدی تعطیلات، زمانی که اون خانم توی تعطیلات بود، Kelly called her family every day. خب این هم یک ساختار قشنگیه، خوبه که باش آشنا بشیم. اینجا کلی به شی برمیگرده، ببینید کلی به شی بر. این ساختار، ساختار دنگلینگه، احتمالاً توی درسای آخر و شاید هم توی کتاب بعدی ما با این ساختار آشنا بشیم به لحاظ گرامر. While she was on holiday، وقتی که اینجوری ترجمه میکنیم، وقتی که کلی در تعطیلات بود، She called her family every day، ایشون به خانواده‌اش هر روز زنگ میزد. بریم سلاید بعدی. Expressions، اصطلاحات. خب اینجا چند تا اصطلاح ما آشنا میشیم که باز هم بسیار پرکار برده. مثلا Can you read that message on my phone؟ Can you read؟ آیا میتونی بخونی that message، اون پیغام رو، on my phone please، تو گوشیم لطفاً؟ آیا میشه اون پیغام رو گوشیم رو برام بخونی؟ اینجوری ترجمه میکنیم. My hands are wet، دستام خیسن. خب طرف جواب میده که It's locked، قفله، یعنی گوشیت قفله، یعنی Your mobile is locked. Locked یعنی قفل. یک نکته تلفظی دیگه، Locked نمیگیم یا Locked نمیگیم، بلکه اینجا چون ایدی به کی چسبیده تلفظ تی تلفظ میشه. It's locked، قفله. What's the pin؟ پینش چنده؟ پینش چیه؟ What's the pin؟ رمزش چیه؟ امی جواب میده که You don't need a pin to unlock it. نیازی نیست که پین داشته باشی که بازش کنی. Unlock یعنی باز کردن، Lock یعنی قفل کردن، Unlock یعنی باز کردن. You don't need، نیازی ندارید که شما که پین، یه پین داشته باشید که بازش کنی. Just swipe the screen left to right. Just swipe the screen left to right. فقط صفحه رو از چپ به راست بکش. Swipe یعنی کشیدن. حالا تو سلاید بعد ببینیم. Screen صفحه. Left to right یعنی چپ به راست. حالا راست به چپ میشه right to left. Left to right، چپ به راست. تصویر میبینیم که swipe یعنی کشیدن، سیو ذخیره کردن، پین همون پین ما معمولا ترجمه میکنیم و دلیت حذف کردن. دلیت، لطفا برای من تکرار کنید. دلیت، پین، سیو، سوایپ. Can I save any new photos؟ آها گفته که I can't save any new photos، من نمیتونم ذخیره کنم هیچ عکس جدیدی رو. Any new photos، I can't save منفیه، من نمیتونم سیو کنم، من نمیتونم ذخیره کنم هیچ عکس جدیدی رو. جواب میده امیلی که Your phone memory is full، حافظه گوشیت پره. Your phone memory، حافظه گوشی. Your phone memory is full، حافظه گوشیتون پره. You need to delete some photos and messages، شما نیازه که، نید نیاز بودن، نیازه که دلیت بکنی، حذف بکنی، some photos and messages، بعضی از عکس‌ها و پیغام‌ها رو. خب امیدوارم که از این درس هم خوشتون اومده باشه. درس خداییش خیلی درس بسیار پرکاربردی بود. اگه خوشتون اومد حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید، دنبال کنید این کانال ما رو که براتون به محض اینکه یک ویدئوی جدید بارگذار بشه بتونید ازش استفاده کنید. حتما کامنت بذارید از بین این جملاتی که ما الان ما داشتیم
در خصوص گوشی، مثل سوایپ، مثل سیو کردن، مثل حذف کردن، مثل مثلا باز کردن، آنلاک کردن، لاک قفل کردن، از بین شما کدومشون رو میدونستید و استفاده میکردید؟ حتما بگید که سایر کاربرا هم بتونن از این جملات استفاده کنن. موفق باشید و روزگار به کامتون باشه.